سلام، به اخبار تیوی 24 خوش آمدید. امروز هنرپیشه خلقی تاجیکستان عبیدالله رجبوف در سن 80 سالگی وفات کرد. رسانه های داخلی می نویسند که هنرمند قربانی ویروسی کووید 19 گردیده است. عبیدالله رجبوف سال 1941 به دنیا آمده است و دارنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی می باشد. این هنرمند را در لوچاب به خاک می سپارند. دیروز مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده، در آن از جمله به مسئله انتقال و پهنشوی بیماری سرایتی کووید 19 توجه ظاهر گردید. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی سرور دولت، با ستاد جمهوریوی، وزارت تندرستی، راهبران ولایت ها و شهر و ناحیه ها وابسته به خروج موج دوم این بیماری برای امین نگاه داشتن سلامتی مردم تاجیکستان دستور سفارش ها داده شد. در قلمرو ناحیه عینی نقطه فروش سوزشواری همراه با یک ماشین بارکش به کامی آتش رفت. در شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی گفتند که حالا سوختار پر برطرف شده است و تلفات جانی نیست. در همین حال خبر داده می شود که کلانترین طرفخانه شهر خاروق نیز آتش گرفت. از نواری که امروز بر شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب راه یافته است، معلوم است که سوختار در طرفخانه مارکو پولو اتفاق افتاده است. بر اثر یک مناقشه در بازار سخاوت شهری کلاب، قرضدار نفر قرضدهنده را زده است که جبریده در جای حادثه به هلاکت رسیده است. همچنین وزارت کارهای داخلی خبر می‌دهد که یک جوان خواهر خود را پنج کار زده است. گفته می‌شود که حادثه در زمینه مناقشه اویلوی در نتیجه ایرادهای برادر از رفتار خواهرش سر می‌زند. امروز بیش از 14000 داوطلب امتحان‌های قسم A کلاسری طبیعی و تکنیکی را سپریدند. با اطلاع مرکز ملی تستی، امسال بیش از 103000 نفری که در دوره اساسی حجت سپریدند امتحان دارند. مرکز میگوید دوره اساسی امتحان‌های داخلشوی تا 7 ایول در 47 مرکز امتحان سپاری شهر و ناحیه‌های کشور برگزار می‌گردد. باید گفت که جواب‌های درست سوال و مسئله‌های تستی در دوره برگزاری امتحان‌ها همه‌روزه پس از انجام امتحان آنها در سامانه مرکز به نقشه می رسد. اعلان نتیجه امتحان ها 20 ایولی سال جاری به نقشه گرفته شده است. این بود چند خبر مهم امروز. برای آگاهی بیشتر به کانال ما آبونه شوید و شرح و نظر خود را در زیر هر ویدیو بنویسید.